گل‌های تازه با همکاری هنرمندان ایرج جلیل شهنام پرویز یاحقی جهانگیر منک فرهنگ شریف فضل‌الله توکل تجویدی عبدالله ملک کسائی امیر ناصر افتتاح حبیب‌الله بدیعی منصور سارنی همایون خرم مهدی خالدی فریدون حافظی جواد معروفی فریدون شهبازیان محمد موسوی سیما بینا اشعار متن برنامه از حافظ سعدی مولانا نظامی گنجوی ایرج میرزا اقبال لاهوری صاحب تبریزی فرصت شیراز نظیری نیشابوری رهی مؤید ابوالقاسم حالت سیمین بهبهانی سایه چشمان بختیاری بیژن ترقی در استودیوی گلها تنظیم یافته آغاز متن برنامه را ایرج به سمع میرساند. حسین خواجه امیری، یاد صدای جادویش که بیفتی، یاد اون صوت ملکوتیش، یاد اون چهچهای بلبلیش، یاد اون نفس گرمش، اون که هم تو رادیو خوند، هم تو تلویزیون خوند، هم جای اون افشای معروف سینما خوند، صداش آشناست، خودش هم آشناست. منتها سالها به نام ایرج میخوند. تکلیف شده که باهاش صحبت بکنی برای اولین بار، ببینیم که خودش در این مقوله چی میگه، به چه دلیل به نام ایرج میخونده و الان چه کار میکنه و خلاصه کی بوده و چی بوده و کارش به کجا کشیده. سلام. سلام جناب ملک خان. عجب مدار که سعدی به یاد دوست بنالد، که موجب شوق است و هم علت مستی، I'm
اسپوسه فامی خواجه امیری خالدی، پدر نعمت الله، مادر رباقی. شغل اصلی چی؟ من نظامی بودم، افسر بودم، نظامی خوبی بودم ولی با روحیه‌ام سازگار نبود، باب ترم نبود، حقیقتش اشتباهی رفته بودم. کلاسه استاد ابوالحسن سبا هم شرکت کردم. دو سال شاگردش. شاگردیش. بله. چون من ردیف ها را قبلا از مرحوم پدرم، از تزیه خونه ها، از صفحه های گرمافون اون زمان حتی خیلی چیزها را یاد گرفته بودم. منتها وقتی معرفی شدم به ایشون، رفتم کلاسشون، آخر سر شاگرد آخرش بودم. یعنی کارش که تموم شد همه شاگردها میرفتن، گفت بیا جلو، بیا جلو. امشب میخواید چی بخونید؟ گفتم مثلا همایون. اون میزد، من میخونم. حالا اگه ازت بخوان در تعزیه بری بخونی، میخونی؟ میخونم، چرا نه؟ خوندن سخته تعزیه خوندن؟ نه، یه فهرستی میدن، یه نسخه میدن دست آدم، از رو اون میخونی. یا چون بلبلی از شوق نو گلی بین مویم زاری ساز مورد علاقت چیه؟ ویولون. چی بزنی؟ استاد یاحق. استاد فرویز یاحق. خواننده مورد علاقت چیه؟ آقای گلشین. دو دونگ صدا داره ولی دو دونگ گرم و خوب میخونه، من خیلی از صداش خوش میاد. بهتون میگم که نشو دیوونه عیده، بهتون میگم که نگیر بهونه عیده، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی نمیشه. آقای گلپایگانی هم خیلی خوب بود، صدای بسیار خوب، عالی، با قدرت. درویشم و دنیا واسم یه مشت خاکه، همه دار و ندارم فقط یک دل پاکه، میدونستی که خواهم برش منه.
بزرگترین افتخار چیه ایرج جان؟ حسین جان شبیه هیچ کس هیچ وقت نخوندم، آهنگ های هیچ کس هیچ وقت نخوندم. شکل ظاهری کدوم ساز دوست داری؟ پیانو قشنگه. پیانو قشنگ. عطرهایی بود که مال کاشان بود. ایشون هم چون لباس نظامی می‌پوشید اینا، یه دست کت‌شلواری بود که همیشه اون مورد علاقه‌اش بود، اون کت‌شلوار رو می‌پوشید. قبل از اینکه برنامه اجرا کنه و به اصطلاح لباس نظامیش رو در رو با اون لباس شخصی بیاد اینا، خیلی صداش عالی بود و اصلا هیچ گیری نداشت، ولی یه مرتبه صداش می‌گرفت. میومد به منم می‌گفت نمیدونم مال اینی که من تو پشت میکروفون شاید به اصطلاح یه ذره نروس میشم اینا فلان ها. بعد از مدت ها معلوم شد که یه دونه پنبه ای بودش که به اون عطر کاشان و یا همون گلاب کاشان تو این جیب کتش بود، و وقتی که این لباس رو میپوشید نگید که حساسیت به این داشته، و اون وقت صداش میگرفت و تا مدت ها این گرفتاری این گرفتاری داشت تا یه روزی بالاخره خودش متوجه شد. تا که به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود هر مژه چون سیل روانی، این تیر غمت را دل عشاق نشانه، خواهد به سر آید غم هجران تویانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه. غزل از مرحوم عماد خراسانی، از مرحوم رحیم عیری. رحیم عیری پژمان بختیاری. من اون وقت از ترانه سراها کی؟ ترانه سرا معینی کرمانشاهی بسیار خوب بود، بیژن ترقی خوب بود، حضور شما عرض کنم. ولی خب من بیشتر اغلب با شعرهای مثل خدا رحمتش کنه جعفر پور هاشمی. تنهایی چه تصنیفی رو زمزمه میکنی زیر لب؟ زندگی کاش که به ما هم امیداد، گوشه یه چشمی به من نشون میداد، یه کتاب حرف تو دلم داشتم اگر، خدا یک ذره به من زبون میداد. نمیدونم نمیدونم چی بگم، چی بگم، از کی بگم، با کی بگم. خوبه؟ هنوز هنجرت میشه بوسید. وای من بردی واسه 20-30 سال 40 سال اون وقت.
کنار مهر نهادی که پایدار نمانه مرا به بند بستی خود از کمند جستی مایوس بودیم که در آینده آیا تئاتری داریم یا نه، آیا موسیقی داریم یا نه، آیا در آینده میتونیم این موسیقی رو داشته باشیم یا حفظ کنیم. عکس خودت چاپ شد تو روزنامه ها اون اولا چه حالی به دست؟ خیلی ذوق کردم، خیلی خوشم اومد، ذوق کردم. تو خیابون شهباز قدیم با دوچرخه داشتم میرفتم مدرسه، کلاس 9 بودم، یه دفعه دیدم که رادیو دم قهوه‌خونه صدای منو پخش کرد. دیدم یه آهنگ یکم آشنا، دوچرخه‌مو زدم کنار خیابون وایسادم و تا این برنامه تموم شد. نمیدونی چه کیفی داشت. نوارت ضبط کرده و پخش کردم با ارکستر عمران خان منصوری. غرور هنری داری یا نه؟ غرور هنری؟ حسین خواجه امیری معروف هستی، ترانه‌هات از گل‌ها پخش شده، صدات جز چهار تا صدای بزرگ مملکته. حسین خواجه امیری معروف هستی، ترانه‌هات از گل‌ها پخش شده، صدات جز چهار تا صدای بزرگ مملکته. اگه شعرهای من تو خاطرت مونده به من
ساز تو تا شدم تا با شنیدن کدوم یکی از ترانه‌هات خندت میگیره؟ آقا دوزه. آقا دوزه. بیت کشو بخون یادمون بیاد. بدونمون درو. ببینیم چی بوده ما که یادمون رفته. سلام حالت چطوره؟ سلام. میدونی دوست دارم حالتو میپرسم. حالا این رسمه که احوالتو میپرسم. دوست دارم بهت بگم تیرتو غلاف کن. عصبانی نشو هفت تیرتو غلاف کن. آقا دوزه سلام حالت چطوره؟ سلام. آقا دوزه سلام حالت چطوره؟ سلام. اگه هفت تیر بکشی منو بکشی حبس میشی حبس میشی حبس میشی. اگه ده تیر بکشی منو بکشی حبس میشی حبس میشی حبس میشی. اگه چاقو بکشی منو بکشی حبس میشی حبس میشی حبس میشی. دوست دارم بهت بگم تیرت غلاف کن. حسن فرفر حسن مثل غرغر حسن مال پایین شهرم با هفتیر کشا قهرم. مکن کاری که خیتت بکنم من خودت خوب میدونی اینه میتونم. مرحوم فرد خدا رحمت. خدا رحمت. اصولا از لحاظ کار هنری من فکر کنم خیلی مخصوصا تقلید صدا خیلی از من بهتر پلی بک کنه. وقتی که فردین اجرا میکرد آوازهای شما رو تو فیلما و مردم دست میزدن، خب اونجا مردم دست میزدن برای هم صدای شما دست میزدن هم بازی فردین یک جا. شما چه حالی پیدا میکرد؟ من خوشحال میشدم اون وقت، البته زمانی که اگر بودم و دست میزدم. البته ما دو نفر بودیم روی صدا کار میکردیم. میخوایید که از اجرای آواز شما رو با اجرای فردین ببینیم؟ یه تدبیر. اگه شما دوست دارید باشید. ما که همیشه دوست داریم، هم صدای شما رو دوست داریم. تشکر. هم کارم خدا بیامرز دوست داریم، هم سینمای مملکتمون رو دوست داریم. غیر از فردین بازیگر دیگه ای هم با آواز شما کار میکرد تو فیلم ها، من یادمه. خیلی جای همه خونده، از مجید محسنی گرفته خدا بله. تا بیک امام بریم. اگه دل عاشق شد ای گناهکاره، دل بیزارم آرزو گنج در ویرانه پنهان داشتن سودی نبخشن. خدا بزرگ مهربون رحیمه، خدای آرام آدم خدا کرمه.
کنم، کدوم طرف قرار کنم، وای وای وای. چپ شدن چی چی بود، حواست پیش کی بود، چپ شدن چی چی بود، حواست پیش کی بود. هیچ کدوم مثل فردین حق و ادا نکرد، حق مطلب ها نتونستن، چون خود فردین گاهی آواز میخوند، دیده بودی صدای قشنگی بود، خودش صداش خوب بود و تحریرم میداد، منتها خواننده نبود. چه کسی خبر فوت فردین به شما داد؟ آقای ناصر ادیب. ساعت 2 بعد از شب بود تلفن کرد که آخه فردین فوت. من خودم تو بیمارستان بودم شنیدم. چه احساسی کردی اون موقع؟ خیلی ناراحت شد. بعد میدونستم، چون 2 روز قبلش با هم بودیم، حالش سر حال بود. بله خیلی خیلی حالش خوب بود، مثل که دق کرد. لوتی امشب دل پر دردی داره، ناله سردی داره، زیر سایه علی دیو جلودارش نیست. من بعد از سالهای سال، شما چطور شد که صداتون انتخاب شد برای چهره فردین روی سینما؟ والا من اولین فیلمی که پیشنهاد شد بهم خوندم، جای هنرپیشه های فیلم های فارسی قدیم، جای مرحوم مجید محسنی بود در فیلم بلبل مزرعه سال 1332. یواش یواش کشیده شدیم به فیلم های فارسی، جای هنرپیشه های دیگه، تا اینکه من معرفی شدم به مرحوم فردین و جای ایشون شروع کردیم برنامه اجرا کردن و خوندن. فردین طوری یعنی کار رو تحویل میداد که همه فکر میکردن خود اونه، یعنی خود منم تعجب میکردن. یعنی بعضی وقت ما میرفتم تلویزیون که برنامه های خودم رو به قول معروف پلی بک کنم، بله. از رو به رو نمیتونستم خوب جفت کنم کارو، ولی ایشون
خیلی خوب، یعنی تحریرها، جهجه ها، همه این راضی بودین از اون کاری که شما ایراد دادین ایشون اجرا میکنن؟ بله خیلی. واقعا آدم احساس میکرد که صدا از همین حنجره داره میاد. استاد ایرج تحریری که میده در سطح خیلی بالا، کمتر کسی میتونه با لیپسینگ بکنه. چون اینکه خدا رحمت کنه شادروان محمد علی فردینم، این آخریا دیگه کاملا تحریرها رو هم لیپسینگ میکرد روی صدای استاد ایرج. بعضی وقتها تو دفتر قبل از اینکه این فیلم برداری بشه، چند دفعه رفتم دیدم جلو آینه وایساده داره بلند بلند میخونه. گفت تو محرمی، عیب نداری، کسی دیگه بود الان وای میزنم، من تو میشی میان چیکار میکنم. بعد وقتی که میخوند من مثلا میگفتم خب اینجا اگه مکس بکنی جا داشته باشه موزیک، جمال تو به هم میگم. گفت یه بگو یه چیزی میگو وسطش تا موسیقی میومد جواب بده، من میگم جمال تو. منم همیشه نمیتونم خوب چچه بزنم، گای میشه گای نمیشه. اولین تصیفی که خوندی گرفت کدوم بوده؟ یادم نیست به خود. اه وال از بعد من 800 خورده یا آهنگ میدونم اولین که خوندی آدم همیشه اولین یادش میمونه. خب نمیدونم کدوم ها گرفت کدوم ها نگرفت. اولین دونه که خوندی کدوم بود؟ اولی هم باز یادم بلندی بازو میکردم. مرحوم عبدی که هنرپیشه تئاترهای تهران بود رول یک قد کوتاهی مثلا لورر هاردی. این صدا چیه؟ هوا که صافه، آسمون غروبه نیست؟ یه صحنه داشت که من با آقای عبدی تو کوچه با آقای شمرون داریم میریم، میبینیم صدا ساز آواز میاد. اینجا ولایت ما نیست، شاید یه علاقه عیونا. چه صدایه؟ بعد آقای عبدی به قول اصفهانی ها چفته میکنه، یعنی دستاشو تو هم قفل میکنه، من پا میذارم میرم بالا، میبینم یه عده‌ای هم دارن میخونند و جوانند و شادی میکنند. یواش بفریا بچه هم موازه باش. فیلم نشون داد اونجا را بعد بیمند دو صورت من و آقای عبدی پشت دیوار باغ اونجا من شروع میکردم به خوندن و مثل مرحوم فردین و
من خوندم و تا رسیدم به جا که با یه تحریری بلند بدم، همجا سر صحنه که ضبط صوت هم داشت کار میکرد، من گفتم رو کردم به با دستم برای گفتن شاهکار شد. گفتم اونجا رو نه من، هیچ کس نمیتونه تحریر استاد ایرج رو بده. مثل ستاره تو آسمون میدرخشه در آسمان هنر موسیقی ایرانی. فیلمی بود به نام مردان خشن، تو کوچه های جلفا منو خدا رحمتش کنه فردینو کوچه‌های پس کوچه‌های جلفا می‌خوندیم و می‌مدیم، اما آواز آقای استاد ایرج بود که روش صورت آقای فردین بود و فردین هم واقعا قشنگ زیر و با ما رو رعایت فرق چهچه و تحریج در آواز یه چیزایی هست که بهش میگن قنه. قنه قنه بین گلو و دماغه. آه. غلط تک تحریرهاییست که تو گلو هست. چهچه قدیم بهش میگن چهچه، حالا بهش میگن تحریر. تحریر دقیقه چهچه یکیه. دوتایی داره، چهارتایی داره، چهچهای پشت سر هم داره، هم چندین نوع چهچه. خود تو کدومش استاد میگه؟ خب والا ما از همش استفاده کردیم. آفتابانم ها ابروی هلارم میره کن روشن هست بر تو به جمالم اولین همکاری شما با برنامه گل‌های آوازی بود در سگاه با همراه با ویولن استاد تجویدی. بله بله خوب یادتون به خاطر داری شما؟ بله شعرش هم یادم هست. شعرش از مولانا بود، میگه تا به کوی تو به امید نیاز آمده ایم، شمسان در رهت از سوز و گداز آمده ایم، تشنگان ره شوقیم به امید نجات، پیش سرچشمه حیوان به نیاز آمد. که عرفا و دانشمندان البته همیشه در خلوت خودشون موسیقی داشتن و میزدن و
نمونه های بارزش هم ما داریم و میبینیم که کتب بسیار ارزشمندی هم بعد از اسلام راجع به موسیقی نوشته شده که جز مفاخره. ها به کوی تو به امید نیاز آمده ایم. موسیقان معروفی هستن که از افتخارات این مملکت هستن و اگر ما چیزی در اختیار داریم راجع به موسیقی گذشتمون به خاطر فعالیت ها و علاقه و عشقی بود که اون مرد بزرگوار در طی سالیان دراز با خلوص نیت این وظیفه بزرگ رو از طرف خیلی ها انجام دادن. کدوم یکی از ترانه فیلمات معروف تر شد؟ گنج قارون. اما خودش خوب میدونه که ما اونا از رو دونه در اشتا با من خب به جای خیلی ها صحبت کردم، ولی به شیوهی که به جای فردین صحبت میکردم تقریبا تحقیقا متفاوت بود. یعنی دلم نمیاد اون صدایی که برای فردین انتخاب کردم و روی اون چهره میشینه اینو روی یک هنرپیشه دیگه انتقال بدم و چهره دیگه باشه، ولی صدایی که صدای از گلوی این میاد بیرون صدای فردین باشه. و ممکن بود چون مردم خیلی ها نمیدونستن که من به جای فردین صحبت میکنم، ممکن بود بگن که این آقای که الان داره بازی میکنه ببین فردین به جای صحبت کرده. وقتی آرما رو بردودن خیلی کمدیه واقعا. اینم یکی از اون بیپولاست که میخواست خودکشی. آخه مرد حسابی، نونت نبود، آبت نبود، واسه چی میخواست خودت غرق کنی؟ یه گشتگی حتما میخواست خودکشی بکنه.
آقا رفتی تو غرق کرده بودی خودت که چی؟ این املاقا در اینکه نجاته داریم دلخوری ها؟ بیشین بیشین بارو واسه پیجامه بیا. آه مثل که 40 سال پیجامه اصلا ندیده. بیشین بیشین حسن بی ببینم بیا. بلند شو برو آبگوشت بکش بیا. تلیتو بیار اینجا میخوایم با آقا از گشنگی میخواست خودشو بگشه میخوایم یک تلیت حسابی بهش بدیم بخوره تا اینجا باد کنه. بیا گوشت بزن روشن میشی معرکه است. دبیده نه نه قربون دست دو پیازه رو بده ببینم آبگوش کو بابا دیزین بیا نو کرتم ببخشید خیلی شد من نمیده خیلی میبخشید من پرندم آرزو دارم تو باقم باشم آرزو چه نوع فیلمی خوشت میاد؟ فیلم های کابویی. کابویی؟ آره. داری کل بزن بزن این هفتیر کشی و تخیلی اصولا از فیلم های تخیلی هم خوشت میاد. غزل‌های مرحوم شهریار رو زیاد با آوازم خوندم ولی متاسفانه در بودنش نتونستم ایشون رو زیارت کنم. جلد دوم کتابش یه شعری هم راجع من فرودن که الان اگر اجازه میدید براتون بخونم. عجب از عده بیگانه پرستی که کنن ره خود از ره ملیت ایرانی کج، گویی این عده از حیثیت و ملیت خود کرده اند از سر لجاجی و کج. دیشب از رادیو و آواز اصیلی برخواست که گهی کج شدم از مستی و گاهی معوج. گفتم این کیست که این سکه نایاب اصیل رایج کشور ایران زده؟ گفتن ایرج. ایرجا ملک فریدون به تو بادرزانی. علی هموی رحمت تو چه آویتی خدا را که به ما سوا سگا موافقی یا مخالف سگا؟ با هر دوش موافقم. با هر دوش موافقم. چه فرقی با هم داره؟ خب البته درآمد سگا سگاهه، بعد میره قسمت های آخرش میشه مخالف سگا، یه قسمتی از دستگاه سگاه بهش میگن مخالف سگا. با هم فرقش اینه که این درآمد سگاست، اون مخالف سگاست. Thank you.
گنج قارون دوست داری؟ چرا که نه؟ دوست داری؟ گنج قارون نمیخوام، گنج قارون آهنگهاش مردم پسندتر و بهتر بود و بعدش هم فیلم کوچه مردها بود که آهنگ دوستی که بله بله استاد خرم مهندس خرم آهنگاشو ساخته بود. بله به یاد ماندنی هنوز کرد. دوستی دوستی ای به فدا جون و دلم جون و دلم سر اگر در قدم تو بدهم با دشمنی وقتی که در نور محبت میبره رنگ آقا میبره رنگ آقا میبره دوستی دوستی بیامازدش فردینا هر چه میشست بچه ها بودن و همشه ها بودن گفت من درصد بزرگی از موفقیتم را از صدای استاد ایرج دارم و اصلا یه جا صدای ایرج میامد اگه فردین نبود گفتن ای فردین یه جا اینجا تو باقا دو هست داره میخونی چون عمر من قربونه اون گذاشتنت از دستم دل ایران میخونن یعنی ایرانی ها گوش میکنن و خیلی هم مردم استقبال کردن اول که اکثر هنرمندای دوستانمون اعتراض میکردن که تو چرا در برنامه گلها با اون سنگینی و وقار برنامه هست میگه تو فیلم های فارسی میکنن من هر شب برای دل شما ها میخونم این گناه کسی نیست که شما چرا در اون رشته رفتی کار کردی در اون رشته سینما یا در رشته حالا تئاتر و صدات در خدمت تئاتر سینما یا این ور یا این صدا باید به گوش مطلب اینه که این صدا رو خدا به شما داده که شما این صدا رو به گوش مردم برسید خیلی بجاست که تشکر کنیم اینجا از استاد ایرج که تونست موسیقی ایرانی رو داخل بکنه به فیلم فارسی به این مقام والا برسید همینجوری نبود به خاطر فقط صدای خوبش تمام گوشه ها و ردیف ها رو ایشون بهش آگاهی کامل داشت در آسمان هنر ایران خب ستاره هایی درخشیدن ولی یکی از درخشان ترین آنها آقای ایرج ای کاش خدا صدای ایرج رو به من میداد
من این روی نوار ضبط شده دارم، یعنی استاد دنان واقعا صدای آقای ایرج رو اصلا دوست داشت، عاشق صدای آقای ایرج همه ما. آقای ایرج یکی از زیباترین صداهای زمان خودش بود، اینه نمیتونی شما منکرش بشه. و خدا رحمت کنه مدینو که اونم بسیار عالی ادای مطلب کرد و هر دو تا افتخار سینمای ایران تو ابد میشه. یعنی جز آرزوهای من بود که یه روز ایرج با ساز من بخونه. خاطرات سه نسل ایران زمین با صدای ایرج. ایرج تمام این خصوصیات در صداش بود، تحریراش خیلی روان، خیلی عالی، خیلی هوش بالا در اجرای آواز، خیلی تبحر در پیاده کردن ملودی ها، تونالیته صدا خیلی زیبا، اوج صدا خیلی خوب. به نظر من ایشون دارای یک صدای ملکوتی هستند که در ردیف صوت داوودی، در ردیف صوت مرحوم تاج اصفهانی، اینا دیگه مانند و مثل پیدا نمی‌کنه. تحریری که از حنجره طلایی این مرد شنیده میشه واقعا عین طلایی. پرسیدم استاد شما از صدای خوانندگانی که در عصر خودتون هستن از کدومشون بیشتر لذت میبرید؟ گفت کاش خداوند صدای ایرج رو به من داده. یعنی آقای بنان که خودش واقعا صدای مخملی و اون کارهای زیبا رو در ارکستر گلها با رولای خالقی انجام داده، قبطه صدای ایرج رو میکنه. اینقدر صدای زیبای ایرج به قول معروف در تاربود من اثر میگذاره و این شب به قدری زیبا خونده، واقعا استاد دستتون میبزن، حنجرتون میبزن، سلامت باشی انشاءالله سایر بسن همینگه. فراتر از خیلی از صداها صدای ایرج شنیده شد و تو دل مردم جا گرفت. جذابیت صدای آقای ایرج درست خواسته دل مردم هنردوست ایران. آقای ایرج چند جنبه داره صداش، یک حلاوت و شیرینی عسل داره در این صدا و یک عظمت آبشار نیاگارا رو داره. رقیب معاصرمون حسین حاجی امیری که شما با نام ایرج بیشتر میشناسیدش اینجا حاضر از وجودش استفاده بکنیم. استاد اسدالله ملک به یاد استاد ودیعی سگاه میزنن. یه جمله معترضه داشتم، به من همون اسدالله ملک بگیم نهایت تشکر کنم استاد و ایرج خواننده بسیار خوش آوازه امروزمون همون غزلی رو و همون مایه رو که در برنامه گلها همراه با زنده یاد بدیعی خونده همون غزل رو میخونه. تجدید خاطره باشه برای همه ما. Thank you.
2008 بود که وارد رادیو شدم و با ارکسترهای مختلف اون زمان میخوندم. یعنی اول در برنامه ارتش بود، 7 تا 8 شبای جمعه برنامه موسیقی داشت با ارکستر بهار محمد بهارلو، استاد محمد بهارلو میخوندم، با ارکستر مرحوم جهان، البته هر کی به اسمش میگه باید بگی مرحوم عبدالله جهانپنا میخوندم. بعد برنامه های شما رادیو بود و عیاد مذهبی بود و اینا و همه بالاخره برنامه های اجرا میکردیم. سال 36 بود که ما به واسطه مرحوم پیریان دعوت شدم. مردان بی جانشین هنری مملکت هست، یعنی هیچ کس نمیتونه جای اینا رو بگیره. هر کدوم هم که از دست دادیم بی جانشین قرنها باید بگذره تا یه حسن گلنراقی بدشه، قرنها باید بگذره تا یه حبیب الله بدیعی بدشه که امشب شب سالشی. یا جا حرف نمیزنی، هر کدوم دوست داری پاس بدی به همتیه که اینا بدونم با کی هست. باشه آنکه دیوانگان
را رحم کنی همون استودیوی کوچولو یادم اولین بار که با ایشون ساز زدم یه سگاه زدم و ایشون هم واقعا ماشاءالله خوندنی کرد که هنوزم اون خوندن رو میکنه خدا حفظش بکنه یعنی خداوند صدا برای این دلها آفرید Thank you.
صداش. با آقای ایرج بزرگ شدی، با آوازاش، با صداش، با خاطرهاش. من عاشق ایرج از اول دیدم تا آخر. مثل ایرج ما تو ایران هستن دیگه پیدا نمیشه. استاد آواز ایرانه، موندگار، این صدایی است که تا ابد موندگاره. صدای ایران، صدای عبدالوهاب شهیدی و و و و خیلی خواننده‌های دیگه واقعا ماندگاره. چرا هنوز مردم صدای بنان رو دوست دارن؟ چرا امروز ما مردم رو میبینیم که به قهوه خونه‌های صدای استاد رو گوش میکنم، من رو به یک اقیانوس عمیقی از محبت‌ها، لطافت‌ها، ظرافت‌ها، تکنیک‌ها و یک صداقت درونی و یک نوای خدایی نزدیک و نزدیک‌تر. جوونی 28 ساله میخواد ازدواج کنه، وضع مالیش هم خرابه، حسین خواجه امیری هم دورادور یکی از دوستاش میشناسه، اگه دعوتت کنه بری تو عروسیش بخونی میری؟ اگر اجازه بدم چرا نمیرم. در مراسم ازدواج خودت هم آواز خوندی؟ بله. کدوم ترانه‌ت خوندی؟ به خدا یادم نیست. البته موضوع مالی بعد عمری انتظار دو تا یار گلادار رسیدن به هم دیگه دل هر دوشون میگه دست بزنین و شادی کنین الان میگم چه کار کنین نقل و نبات پول طلا بر سرشون نثار کنین در فیلمم به شما شد اون بله چرا قبول نکردی؟ نمیتونستم، نظامی بودم اجازه نمیدادم. بعد که نظامی نبودی چی؟ دیگه دیر بود دیگه. جادم یام خب میدادی از کجا قبله عالم؟ از کجا؟ خزانه ملت از قلب سلطان پاکتر است. خاطرات همه زندگیم پر از صدای زیبایشون. آهنگی به نام پرواز آقای ایرج از من خوندن. باغ و بستان و چمن مست نوای ایرج، لطف در حنجره بنگر ز خدای ایرج، درگه عشق و طرب جمله به گلچن دارند، بلبلان سعی به تقلید صدای ایرج، میدهد مستی جانانه به هر صاحب دل، سبک آواز فرح بخش و ندای ایرج، ایرج خواجه امیری و نوای گرمش
جاودان ماند و کس نیست به جای ایرج. حسن این صوت فریبانه هنوزم برجاست، گرچه با او شده همراه عصای ایرج. بابک رادمنش نغمه چو پروازش داد، چون نام آهنگ که بشتاد بودم پرواز بود، بابک رادمنش نغمه چو پروازش داد، پر نزد مرغ دلش جز به هوای ایرج. بله فکر من یه کاره ایم در موسیقی مملکت. خب یه حرفی شما میخوای به من بزنی؟ من میگم که موسیقی اصولا جز فرهنگ و زبان و ملیت یک مملکتیه. باید به اون بیشتر برسیم. باید بیشتر برسیم. دیدی آخه دل ما را شکستی، رفتی و رشته ی الفت گسستی، دیده دریا شدد دوری رخت ای صنم، قطره قطره بشد دل به دیده روشنم. من که میدونی عاشق موسیقی اصیلم، من از موسیقی جاز و پاپ و اینها و آلبوم های مختلف، البته بعضی هاش آهنگ های گذشته بوده، شعراش رو عوض کردیم، موزیکاش رو عوض کردیم، اجرا کردیم. از مسئولین ارشاد که نسبت به من واقعا محبت زیادی داشتن واقعا تشکر میکنم. سلام. فکر کنم زیاد شما ها رو خسته کردم، امیدوارم که ما رو ببخشید و به این وسیله از همه تون خداحافظی میکنم و آرزوی موفقیت برای همه تون میکنم.